اگه میدونستم ونوس این قضیه رو به تو هم گفته، به بانو نمیگفتم. خب ای بابا، حالا اگه موضوع این وسط بشه، دیر یا زود همه میفهمن، ولی الان نباید خبردار بشن. خب حالا میخوای کمکش کنی؟ نمیدونم چه کمکی میتونم بکنم. از صبح تا الان پرونده ها رو گشتم، ولی زیاد سردر نیوردم. گیریم از حسابشون چیز عایدمون شه، چطوری به حسابا دسترسی پیدا کنیم؟ گیریمونم تونستیم، به کی چی رو بریم ثابت کنیم؟ اگه تصادف نکرده، شاید قاتل اسلحه رو گذاشته تو ماشینش، یعنی یکی از دشمنای براک. مجبوریم دندون رو جیگر بذاریم دیگه، صبر میکنیم. ناراحت نباش، همه چی درست میشه. بگذاریم، این موضوع با حرف زدن انگار درست نمیشه. میری خونه؟ نه، جای دیگه میرم. آها، فهمیدم. من یه سر میرم حسابداری. باشه، فعلا خدافظ. خدافظ، مواظب خودت باش. من تو این دنیا به این نتیجه رسیدم که، یعنی تو این دنیا به بعضی چیزها نمیتونی برسی، به هیچ عنوان. نه امروز، نه فردا، حتی اگه از باریشم جدا بشی، من و تو امکان نداره به هم دیگه برسیم. اگه بخوای ازم جدا بشی، کوزه یو بدبخ میکنم. اگه اونو دوست داری انتخابش کن، بدبختش کن. کوزه من نمیجنگم، چون من تو رو گذاشتم اینجا.
چمره اینجا چی کار میکنی؟ بیا جمره بیا بریم. چرا؟ چون که دیر وقته، همه رفتن. چرا اومدی؟ نگرانت شدم. خوبی؟ خیلی خوبم، خیلی خوشحالم، چون تو رو کاملا از زندگیم بیرون کردم، حتی از تو خوابام. خوب کردی، دیگه رود حساس نیستم، وقتی کسی به دست میزنه اذیت نمیشم، اصلا اذیت نمیشم. شب و روز بهت فکر نمی کنم، بدون تو نفس کم نمیارم، دیگه قلبم درد نمی کنه، حالم واقعا خوبه. دیگه نمیای جلوی چشمام، عاجزانه منتظرت نیستم، فقط یه امیدم مونده کسی، تو رو خدا یه کاری کن از این دنیا برم، کمکم کن. من طاقت ندارم کازه، کمکم کن. مبادا دوباره تکرار کنی. فهمیدی؟ بدون تو نمیتونم. Thank you.
عزیزم، چرا علیک خودتو ناراحت میکنی؟ هنوز که چیزی قطعی نشده. بذار دوباره آزمایش بدی، جوابش که اومد بعد یه راه حل براش پیدا میکنیم. بانو، اصلا اگه اتفاق بدی هم بیفته، خدای نکرده، امیدوارم که چیزی نشه، ولی آخر دنیا که نشده، هنوز جوونیم. دوباره بچه دار میشی؟ از اولم این بچه رو نمیخواستی. نه عزیز دلم، چرا داری چرت و پرت میگی؟ این حرفا چیه؟ چرا از اولم میدونستم مخالف بچه دار شدن منی؟ عزیزم چرا نخوام؟ من نمیخوام ناراحتی تو ببینم. اینقدر ناراحتی که داری هزیان میگی. چون تو نخواستی این اتفاق افتاد. عزیزم منم میخوام، اینطوری نگو، قسم میخورم میخوام. عزیزم دیگه کافیه، ببین با گریه بچه رو ناراحت میکنی ها. گناهی برو، میخوام تنها باشم. برو. باش پایینه. کجا پسرم؟ تنهاش نذار. مامان چرا گوش وای میسی؟ ببین پسرم، حق با زنت، از اولش هم زیاد خوشحال نبودی. خدایی نکرده ناراحتی پیش نیاد چیزی بشه. چی داری میگی مامان؟ کی خوشحال نبوده؟ زندگیت به خطر نیفته، خدایی نکرده اتفاقی بیفته هممون بدبخت بشی. نگران نباش مامان، اتفاقی واسط نمیفته. قیامت هم بشه تو خودتو نجات میدی. متاسفم برات. Thank you.
شب بخیر. شب بخیر، چه خبر؟ سلامتی، تو چه خبر؟ هیچ خبری نیست؟ مغازه نبودی؟ موبایلت هم خاموش بود. آره، رستوران تنجل بودم. خیره؟ مگه تو چهارشنبه نمی رفتی اونجا؟ الله اکبر، ننت اینقدر سوال پیچم نمی کرد بچه؟ هیچی بابا، نگرانت شدم. امروز تنجل اومد مغازه، یکم درد و دل کرد و گفت شب بیا رستورانم. منم رفتم. نگران نباش. چی شده؟ باشه بابا، ولش کن، ماکارونی پختم. من سیرم، غذا خوردم، ولی میشینم تو غذا تو بخور. نه 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 نه، نشین، ممنونم، منم سیرم، واسه تو پختم. واقعا؟ مرسی. میرم بخوابم، خیلی خستم. خوب بخوابی پسرم. مرسی. به حرفت گوش دادم، گفتم که دوستش دارم، هم دیگر رو بوسیدیم. راستش وقتی جلوش وایسادم، تو چشاش که نگاه کردم، اولین بار کنترلم از دست دادم. نمیدونم یهویی چی شد بوسیدمش، خدا لعنتم کنه، ولی راستش نمیدونم یه دفعه چی شد، چجوری شدم، ولی آروم شدم، سبک شدم، حالا هوام عوض شد. نمیدونم چطوری توضیح بدم. حالا باید چیکار کنم؟ آخه این چه زندگیه؟ مثلا میخواستم عقب بکشم، بی خیالش بشم، ولی دلم اجازه نمیده. کارم خیلی اشتباه بود، خیلی اشتباه، خیلی اشتباه. انگار خوشحالی. مگه نگفتم نمیخوام دورو برم ببینمت؟ چقدر خوبه که تو این شرایط حداقل تو یکی حالت خیلی خوبه.
بیا یکم با هم حرف بزنیم. زنه برگشته میگه عکسو قبول نکردن، زمینه سفید خواست، منم گرفتم، باید میگفت واسه پاسپورت میخواد دیگه، از کجا باید بدونم؟ علم غیب که ندارم که. بعد برگشته میگه من پول عکس جدیدو نمیدم. گفتم نه بابا، البته اینو نگفتم، گفتم خانم محترم نمیشه که، تقصیر من که نبوده. دیدم کوتاه نمیاد، گفتم باشه باشه، نصف پولشو ازتون نمیگیرم، به زحمت زنه رو راضی کردم. شغل ما رو ببین تو رو خدا، آخه این چه شغلیه ما داریم؟ تو رو خدا اون رفت بیرون، پشت سرشون جوونه که عکس نامزدیشو گرفته بود اومد، گفت از عکسام بازم میخوام ولی اگه تخفیف بدین. زینم بابا، من یه لحظه برم تو اتاقم زنگ بزنم. جوی معلوم نیست حواسش کجاست. با ونوس حرف زدم. خب انگار تو شرکت یه خبرایی هست. براد تتوشو در آورده، از طرفی کوزه پیگیر قضیه است. نمیدونم اینا میخوان چی رو ثابت کنن، ولی میدونم تو شرکتتون کلاهبرداری شده. چی میگی؟ نوش جونتو. ممنون. اینا توت فرنگی، اینا هم لیمویی. واو خیلی ممنون. یه میوه لطفا. الان میارم براتون. بیا تا اینا ببر، من اونو میارم. یه چند تا دیگه هم بیا. باشه باشه الان میارم. اون آقای میوهی میخواد. یواش یواش. خانم حواست کجا؟ معذرت میخوام، خیلی معذرت. مهم نیست، مهم نیست. باشه باشه الان براتون میارم. نمیخوام، لازم نیست، چیزی نشده. خب کجا بودیم؟ آخر هفته باز تماس میگیرم، امیدوارم تا اون موقع کارتون رو انجام داده باشه. باشه. میخوام قرارداد خوبی برای شرکت سینانر بنویسیم، به هر طریقی باید پیشنهادتون رو قبول کنم. چاره دیگه ای ندارم. خدا نگهدار. شبت بخیر. ای خانوم، خیلی ناراحت شدم. یه ویسکی سک برام بیار بدون یخ. باشه. چرا انقدر آروم حرف میزنی؟ به خاطر اینکه جمره خانم خوابیدن.
صبح بخیر. فکر کردم شب میای. دیشب کارمون تمام شد. بعد با جان تصمیم گرفتیم با پرواز دیشب برگردیم، چون کاری دیگه نداشتیم. پاشدیم اومدیم. خیلی خوب، خوش اومدی. خیلی ممنون. دیشب رومانتیک کردی، شراب و فیلم و لابدم خوش گذشته. حوصله‌ام سر رفته بود. فیلم قشنگیه. حکایت دو عاشق که هیچ وقت از هم جدا نمیشن. واقعا قشنگ. میرم دوش بگیرم. داستانای افسانه ای. مامانه میخواد ببینه رسیدم یا نه. مامان جان داشتم میامدم پیشت. نه من میام اونجا. باشه منتظرم. صبح بخیر. صبح بخیر. بانو بدون من رفته پیاده روی. جدا؟ یه ساعت پیش رفتم پیاده روی، منم ندیدمشون، باغبون به هم گفت. باشه مرسی. ابرو خانوم، ابرو خانوم، ابرو خانوم، بانو بازم حالش خوب نیست، ببریمش پیش دکتر زیا؟ منم بهش گفتم ولی بانو نمیخواد بیاد. با من خیلی سرد شده، میترسم یه بلایی سر خودش بیاره. حلش میکنیم. داری میری پیاده روی؟ آره، شاید سر راه بانو رو هم ببینم، بعدش میریم با هم صبحونه میخوریم. فکر خوبیه. باریش زودتر برگشته. آره، منم میرم ببینم کارا چطوری پیش رفته. بله. کجایی بانو؟ شرکتم. چرا انقدر زود از خونه رفتی؟ چرا خبر ندادی؟ خوابم نیومد، گفتم سرمو با کار گرم کنم. باشه، منم تا نیم ساعت دیگه اونجا. باشه، عجله نکن. صبح خیر. صبح خیر. جمره نیستش؟ جمره داره دوش میگیره، بیا ما بریم توی اتاق کارم. جونم مامان. جمره چه استاتوسیه گذاشتی؟ کدوم استاتوس؟ تو فیسبوکت الان خوندم. اونو میگی مامان؟ نمیدونم، الکی نوشتم، منظور خاصی نداشتم. دروغ نگو. چی شده؟ بگو به هم دیگه، نکنه کوزهی به چیزی گفته. نه بابا، چه ربطی داره آخی؟ دروغ نگو. مسلما واسه باریش ننوشتی اون متنو. به کدوم معجزه دلتو خوش کردی آخه جمره؟ تو دیروز کوزهی رو دیدی؟ یه اتفاقی افتاده. هیچ اتفاقی نیفتاده مامان جان، از حموم اومدم بیرون، الان سرما میخورم، بذار لباسمو بپوشم بعدم بهت زنگ. تو منتظر زنگ کی هستی؟ بدو بدو از حموم اومدی جواب میدی؟ جمره جون مامان راستشو بگو. چرا قسم میدی الکی مامان جان؟ دیشب کجا بودی؟ ها؟ دیشب کجا بودی؟ به خدا خونه بودم. نکنه کوزهی اومده بود؟ وای جمره، اومده بود خونت؟ نکنه حدسم درسته؟ نه کسی نیومده بود، دیشب خونه بودم، کسی هم نبود. الانم بارش اومده پایینه، زشته به خدا، دیگه چی بگم؟ پس تو شرکت دیدیش؟ یخ کردم به خدا مامان، بعدم بهت زنگ میزنم. وایس جمره، کارت دارم، تو شرکت دیدیش؟ لطفاً راستشو بگو، دیدیش یا نه؟ زود باش جمره. بله. خب چی شد؟ اتفاق خاصی نیفتاد. وای جمره راستشو بگو، من که میدونم یه چیزی شده، من تو رو میشناسم جمره. مامان جونم، نه اون چیزی به من گفته، نه من چیزی به اون گفتم، چیزی نشده که. جمره با آتیش بازی نکن، فقط به حرفای من گوش کن. چی میگم؟ آتیش با من بازی میکنه، من کاری ندارم. جمره
نذار پاشم بیام اونجا ها. باشه، به خدا سردمه مامان، خداحافظ، بعدم زنگ میزنم. باشه برو. عاشق تمام. جمره اون استاتوس ها پاک کن. باشه، بوس بوس. منم. سه تا پیراشکی، سه تا گرده ای لطفا. الان از هندان خانم چه خبر؟ امر دیگه ندارین؟ نه راستش خیلی ناراحت شدیم شنیدیم جدا شدین، خیلی حیف بود به خدا. ده لیر. خیلی ممنون. خداحافظ. روز بخیر. خدا نگهدار. پسر تو اونا رو بر ندار، سر وضعت خراب میشه. حواسم از کثیف نمیشه. بده. بگی پسر. بدین من آخو. چیه؟ هیچی، برو سر کارت، دیرت میشه. راستشو بخوای زیاد دوست ندارم برم اونجا، ولی مجبورم، یه مدت باید به کارای اونجا رسیدگی کنم. من میدونم تو به خاطر مرام و معرفتت که داری میری اونجا، ولی یه چیزی باید بگیری، همینجوری که نمیشه، داری وقتتو میذاری. خدا رو شکر من از سه تا دکه دارم پول در میارم. از یه دکه در میاری، یکیشو میدی به دمت، یکیشم مامانه. باشه خب، یه دکه یا سه تا دکه، خدا رو شکر روزیمون میاد. تا وقتی براک حالش خوب بشه، تا اون زمان باید برم شرکت. نمیتونم وسط را تنهاش بذارم که، تا حالا هم این کارو نکردم. بعد از این مطمئن باشی این کارو نمیکنم. اگه به درد میخوری برو، همه میخوان که تو کمک دستشون باشی، منظورم اینه که الکی وقتتو تلف نکن. تو نگران چیزی نباش، من علاف کسی نمیشم، دارم به زندگیم نظم میدم، کم کم دارم روی پای خودم وای میستم، اینو فراموش نکن. خدا رو شکر. فعلا خدا حافظ. های بچه. بله آقا. یعنی بیا این سفارش رو به موقع برسونید، حواستون باشه. باشه چشم آقا، هرچی شما بگید. باشه من میرم، برگشتم برنامه فرداتون رو میدم، زود باشین دیگه. نگران نباشین آقا، هر روز 4-5 بار باید برین و بیان. چشم آقا. خداحافظ، مواظب خودت باش. سلامت. بودی؟ آره ولی خوب شد زنگ زدی، باید پا می شدم برم مصاحبه واسه کار. چی شده؟ بیا این کار طلاقمون رو قبل سال جدید تموم کنیم. تو که گفتی نمیخوای ازدواج کنی. معلومه که نمیخوام ازدواج کنم، ولی اینطوری بهتره، نمیخوام فامیلیم رود باشه. سری بیا این کار رو تمومش کنیم. منم عاشق فامیلیت نیستم، یه کار درست حسابی پیدا کنم بعد طلاق میگیرم. تا وقتی کار پیدا کنی بهت کمک میکنم، نگران اون نباش. رو حرفم هستم. منظورم اون نبود. فرم استخدام و وقتی می نویسی متأهلی امتیاز بیشتری می گیری. خودت مگه نگفتی زودتر یه کار پیدا کن رو پای خودت وایسا؟ منم دنبال کارم. آهان راست. توی فرمای استخدام شماره های تو رو نوشتم، اگه کسی بهت زنگ زد حواست باشه. خب خبرت می کنم اگه کار پیدا کردم. خیالت راحت باشه. Thank you.
بفرمایید. باری شاکمن رو میخوام ببینم. اگه امروز قرار داده امضا کنیم تا آخر هفته پولو تو حسابمون میریزن. اینطوری هیچ خطری هم نمیتونه تهدیدمون بکنه. خوبه، قراره امروز باهاشون صبحانه بخوریم. چی؟ عالیه، شاید سر صبحونه همه چی حل بشه. آقای باریش رفتن؟ نه خانم، ابرو خانم اومدن پیششون. ابرو خانم اومدن چرا نگفتین؟ براک حالا حالا کار داره. قضیه اصل هم شده قوز بالا قوز. فعلا نمیاد سمتمون. کوزه چی میشه؟ چون قراره تو دست و پا باشه، درسته؟ کوزه که از کار شرکت چیزی حالیش نمیشه. هنوزم فرصت نکرده با براک حرف بزنه. بانو هم که خب درگیر مشکلات خودشه. دم به دقیقم نمیاد بگه پول بدین به خیریه ها از این حرفا. تو خیلی بدجنسی. تو این بلاها رو سرمون آوردی مامان. بهش التماس کردی برگرده. گفتم میخوام طلاق بگیرم. گفتی الان نمیشه، وقتش نیست. حالا باید برنامه ریزی کنیم، پیش بریم. اگه سهام شرکت رو بتونیم بفروشیم میتونیم بقیه زندگیمون رو تو آرامش سپری کنیم. بعدش هم خیلی راحت از اینجا میریم. خیلی بدجنسی. از کلانتری اومدن، با آقای باریش کار دارن. از کلانتری اومدن. شنیدم.